بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. 20 میلیون ایرانی با مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و نیاز به اقدامات فوری. رشد سریع جمعیت مسلمانان، برابری جمعیت مسلمانان و مسیحیان تا سال 2060. ورود آموزش اسلامی به مدارس اسپانیا پس از 32 سال انتظار. و هشدار سازمان نجات کودکان، 46 میلیون کودک در آفریقا از آموزش محرومند. وقت شما بخیر. بر اساس اظهارات مسئول کارگروه علمی و عملیاتی نظام برنامه کنترل و کاهش اعتیاد شورای اجتماعی ایران، حدود 20 میلیون ایرانی با مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت در کنار برآورد خسارت 205 هزار میلیارد تومانی ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران، نیاز به اقدامات فوری و مؤثر برای کنترل و کاهش اعتیاد را بیش از پیش ضروری می‌سازد. همکارم در گزارش خود به بررسی موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارش‌های اخیر حاکی از تغییر نگران کننده الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. در حالی که تریاک به عنوان یکی از اصلی ترین مواد مخدر در کشور شناخته می شود، اما به دلیل افزایش قیمت و محدودیت های کشت آن در افغانستان، مصرف کنندگان به سمت روانگردان ها و مواد مخدر صنعتی روی آوردند. بر اساس گزارش ایرنا، قیمت تریاک در سال گذشته دو برابر شده و به حدود 180 تا 200 میلیون تومان برای هر کیلو رسیده است. این افزایش قیمت بازار مواد مخدر صنعتی و روانگردانهایی که معمولاً ارزان‌تر هستند را رونق داده است. کارشناسان بر این باورند که استفاده از این مواد به دلیل ناخالصی‌های بالا و عوارض کشنده خطرات بیشتری برای مصرف کنندگان به همراه دارد. دکتر سعید صفاتیان، کارشناس مبارزه با اعتیاد، هشدار داده که در صورت بی‌توجهی به گسترش مصرف روانگردان‌ها، ممکن است با فاجعه‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی مواجه شویم. همچنین آمارها نشان می‌دهند که سن اعتیاد در ایران به 24 سال رسیده و شیوع مصرف مواد مخدر در میان جوانان به 7.4% رسیده است. این تغییر الگو به ویژه در میان جوانان و قشر کارگر نشانه ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران است. با توجه به این شرایط، توجه جدی به مسئله اعتیاد و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از آن ضروری است. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین‌المللی، از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر صادقی، با توجه به آمار نگران کننده 20 میلیون ایرانی که تحت تاثیر مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند، شما چه اقداماتی را برای کنترل و کاهش این بحران ضروری می‌دانید و چگونه می‌توان به طور مؤثری به این چالش اجتماعی رسیدگی نمود؟ جناب صادقی، صدای منو دریافت می‌کنید؟ شما صدای منو بفرمایید. درود بر شما و بینندگان محترم. متاسفانه این موضوع مواد مخدر به ویژه در شرایط فعلی جامعه ایران راه حل کوتاه مدت و فوری ریشه فقر، بیکاری، مسائل مربوط به اشتغال جوانان، مسائل مربوط به ازدواج جوانان،
البته برخی از افراد، یه بخش کمی از افراد که برای تفریح مواد مخدر رو میارن و وضعیت مالی خوبی دارن، خب اون اصلا که الان درگیر یه مسئله هستن، نمیتونن ازدواج کنن، شغل مناسبی ندارن، یا ازدواج میکنن بعد از اون به خاطر مشکلات کاری مجبور، و مواد مخدر الان ریشهش مسائل اقتصادی و فرق هست. بله جناب صادقی، ما صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم. ممنونم. با تشکر از دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساخت قبه مزار امامزاده سید احمد فرزند امام موسی کاظم علیه السلام در شهرستان سومر عراق به مراحل نهایی رسیده است. دبیرخانه اداره فضاهای شیعی عراق اعلام کرد 85% از بدنه آهنی گنبد تکمیل شده است. این اقدام بخشی از بازسازی اماکن متبرکه در عراق است. ۱۶,۰۰۰ پناهجوی ترکیه‌ای باید خاک آلمان را ترک کند. در سال گذشته 1,300 نفر از آلمان اخراج شدند. این موضوع در دیدار اولاف شولز و رجب طیب اردوغان در استانبول مطرح خواهد شد. شهروندان ترکیه‌ای 7% از افراد ملزم به خروج هستند. طالبان حدود 3 سال است که دادگاه‌های فراقانونی برپا کرده و ده‌ها نفر را محکوم و شلاق زده است. این دادگاه‌ها حدود 100 نفر را به جرم‌های مانند زنا و سرقت مجازات کرده‌اند. فعالان حقوق بشر این اقدامات را نقض آشکار حقوق شهروندان افغانستان می‌دانند. بر اساس نظرسنجی شورای مشورتی ادغام و مهاجرت، بسیاری از پناهندگان افغانستانی در آلمان با وجود تبعیض به ویژه در بازار مسکن تمایل به ماندن دارند. نتایج نشان می‌دهد که تبعیض اغلب به وضعیت مالی آنها مرتبط است و افراد با ثبات مالی احساس تعلق بیشتری به جامعه آلمان دارند. فعالان افغانستانی در ولایت تخار بسته شدن مدارس دخترانه را فاجعه‌ای برای کشور دانستند. آنها در یک جلسه اعتراضی نگرانی‌های خود را درباره وضعیت آموزشی و ترویج افکار افراطی توسط طالبان ابراز کردند. به اعتقاد آنها ادامه تعطیلی مدارس تهدیدی جدی برای زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان است. قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها در آمریکا ضربه اقتصادی شدیدی به کشورهای جنوب شرق آسیا وارد کرده است. این قانون واردات محصولات تولید شده در منطقه خودمختار سینکیانگ چین را ممنوع می‌کند. از زمان اجرایی شدن آن 3.56 میلیارد دلار واردات متوقف شده است. سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد که تنها 5-6% از دانشجویان به افزایش شهریه اعتراض دارند. وی توضیح داد که افزایش شهریه در رشته‌های علوم پزشکی ضروری بوده و بیش از 3 برابر نشده است. همچنین بیش از 70% دانشجویان شهریه خود را پرداخت کردند. یک فیزیکدان برجسته به نام پروفسور اندرو کوتس درباره پروژه‌های ایلان ماسک برای ایجاد کلونی انسانی در مریخ هشدار داد. وی گفت این اقدامات می‌تواند به آلودگی و نابودی سیاره سرخ منجر شود. ماسک ادعا کرده است که تا سال 2054 شهری با 1 میلیون نفر در مریخ خواهد ساخت. فعالان اجتماعی هند را به اجرای سیاست‌های آپارتایدی علیه مسلمانان و اقلیت‌ها متهم کرده‌اند.
منتقدان حزب بهاراتیا جاناتا را به تضعیف دموکراسی و سرکوب مخالفان سیاسی متهم می کند. درخواست های بین المللی برای مداخله در راستای حفاظت از ارزش های دموکراتیک و جلوگیری از سیاست های مودی افزایش یافته است. بیش از 150 نفر از جمله مسیحیان در بورکینافاسو توسط گروه سنی های تندرو و تروریست های داعش کشته شدند. نفوذ تندروها به این کشور موجب بی‌ثباتی و خروج بخش وسیع از شمال از کنترل دولت شده است. از سال 2015 بیش از 10,000 نفر در حملات شبه نظامیان جان باختند. تا سال 2060 جمعیت مسلمانان و مسیحیان جهان به حدود 3 میلیارد نفر خواهد رسید و پیشبینی ها نشان می دهد که تعداد پیروان این دو دین به برابری نزدیک خواهد شد. این تغییرات جمعیتی به نرخ بالای تولد و جوانی جمعیت مسلمانان نسبت داده شده است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. گزارش ها حاکی از آن است که تا سال 2060 جمعیت مسلمانان و مسیحیان جهان به حدود 3 میلیارد نفر خواهد رسید و تعداد پیروان این دو دین به برابری نزدیک خواهد شد. همکنون جمعیت مسلمانان 1,800,000,000 نفر و مسیحیان 2,300,000,000 نفر است. علت این افزایش جمعیت سریع تر مسلمانان به نرخ بالای تولد و جوانی جمعیت آنها برمی گردد. بر اساس این آمار 65% از مسلمانان در 10 کشور با بیشترین جمعیت مسلمان زندگی می کنند، در حالی که تنها 48% از مسیحیان در 10 کشور بزرگ مسیحی ساکن هستند. هند با 195 میلیون مسلمان دومین کشور با بیشترین جمعیت مسلمان است، اگرچه مسلمانان کمتر از 15% از جمعیت کل هند را تشکیل می دهند. نیجریه نیز که ششمین کشور با بیشترین جمعیت مسیحی است، پنجمین کشور با بیشترین جمعیت مسلمانان جهان نیز محسوب می شود. در جهان عرب مصر با 84 میلیون مسلمان در رتبه ششم و عراق با 42 میلیون مسلمان در رتبه دهم جهانی قرار دارند. طبق آمارهای بین المللی ایران در میان کشورهای با بیشترین جمعیت مسلمان قرار دارد و با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت که تقریبا اکثر آنها مسلمان هستند، یکی از 10 کشور بزرگ مسلمان نشین جهان محسوب می شود. پیش بینی می شود هند تا سال 2060 از اندونزی پیشی گرفته و بزرگترین جمعیت مسلمانان را داشته باشد. پس از سالها تلاش، آموزش اسلامی به طور آزمایشی در برخی مدارس اسپانیا به ویژه در کاتالونیا آغاز شده است. این درس به عنوان یک ماده اختیاری معرفی شده، اما آینده آن در نظام آموزشی مشخص نیست. معلمان این طرح از ناامیدی و فشارهای موجود سخن گفته و نگران از دست دادن شغل خود هستند. طبق توافقنامه 1992، مسلمانان اسپانیا حق آموزش اسلامی در مدارس دولتی دارند. جمعیت مسلمانان در اسپانیا حدود 2.5 میلیون نفر است و کاتالونیا با بیش از 660 هزار دانش آموز مسلمان بالاترین تعداد را دارد. سازمان نجات کودکان اعلام کرد که 46 میلیون کودک در آفریقا به دلیل بحران‌های متعدد از جمله سیلاب‌ها، جنگ‌ها و فقر از حق آموزش محروم هستند. این وضعیت تهدیدی جدی برای آینده نسل هاست و شکاف آموزشی را در قاره افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها 10 میلیون کودک در غرب و مرکز آفریقا به خاطر سیلاب‌های اخیر تحصیل خود را از دست دادند. بارش‌های شدید در کشورهای نظیر نیجریه، مالی و نیجر به تخریب زیرساخت‌های آموزشی و تبدیل مدارس به پناهگاه‌های موقت منجر شده است. سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته تا به این بحران کمک کند. معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که سالانه حدود 50,000 نفر در این کشور به دلیل مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند.
در سال 1400 مصرف دخانیات در مردان 3% و در زنان 11% افزایش یافته است. دکتر علیرضا رئیسی تاکید کرد که فرهنگ سازی صحیح در رسانه‌ها درباره مضرات سیگار بسیار مهم است. وی همچنین برنامه ترک سیگار را یکی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه در حوزه پزشک خانواده دانست و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی در مدارس و مراکز بهداشتی را به عنوان اقداماتی در این زمینه معرفی کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان اقدام فوری انجام دهد. این سازمان در بیانیه‌ای وضعیت کنونی افغانستان را بحران شدید حقوق بشر توصیف کرد و به سرکوب جنسیتی، شکنجه و دستگیری‌های خودسرانه اشاره کرد. همچنین محدودیت‌های تحصیلی زنان و آزادی بیان و بازگشت مجازات‌های بدنی را محکوم کرد. عفو بین الملل بر ضرورت ایجاد یک سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف برای تضمین حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان تأکید کرد تا عدالت برقرار شود. 11 کنفرانس بین المللی اسلام و آزادی با حضور دانشمندان و محققانی از بیش از 10 کشور مسلمان در استانبول برگزار شد. این کنفرانس دو روزه که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک دریای سیاه سازماندهی شده به بررسی موضوعاتی مانند رابطه اسلام با دموکراسی، آزادی اندیشه و اقتصاد بازار پرداخته است. سخنرانان از جنایات اسرائیل در غزه و بحران‌های انسانی در مدیترانه انتقاد کردند. همچنین بر اهمیت توجه به حقوق بشر و نقش نهادهای بین المللی در جلوگیری از تکرار جنایات بزرگ تاکید شد. و خبر پایانی امشب، شهردار بعلبک هشدار داد که آسیب‌های ناشی از حملات اخیر در نزدیکی گنبد دورس تهدیدی جدی برای آثار فرهنگی لبنان به شمار می‌رود. این حملات منجر به تخریب بخشی از سنگ‌های گنبد و بی‌ثباتی در ستون‌های آن شده است. گنبد دورس که به دوره ایوبیان تعلق دارد از 8 ستون گرانیتی قرمز ساخته شده است. وزیر فرهنگ لبنان محمد وسام المرتضی به یونسکو نامه ارسال کرده و خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از 95 مکان فرهنگی از جمله 34 مکان در معرض خطر شده است. یونسکو نیز به این درخواست پاسخ داده و جلسه اضطراری برای بررسی حفاظت از این سایت ها در تاریخ 12 نوامبر 2024 برگزار خواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 20 میلیون ایرانی با مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و نیاز به اقدامات فوری. رشد سریع جمعیت مسلمانان، برابری جمعیت مسلمانان و مسیحیان تا سال 2060. ورود آموزش اسلامی به مدارس اسپانیا پس از 32 سال انتظار. هشدار سازمان نجات کودکان، 46 میلیون کودک در آفریقا از آموزش محرومند. افزایش 11% مصرف دخانیات در زنان در 1400. وضعیت کنونی افغانستان بحران شدید حقوق بشری است. برگزاری 11 کنفرانس بین المللی اسلام و آزادی در استانبول و تهدید آثار فرهنگی لبنان، 34 مکان باستانی در خطر. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایا رو نگهدارتون.